دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرده زنی که ظرف 10 سال معادل 20 میلیون دلار از فروشگاه مجلل هاروتس خریداری کرده باید منبع اموالش را روشن کند، وگرنه ممکن است خانه 27 میلیون دلاریش و همینطور زمین گلفش مصادره شود. زامره حاجیاوا همسر یک بانکدار است که در جمهوری آذربایجان به جرم فساد و اختلاس حالا زندانی است. خانم حاجیاوا اولین خارجی در بریتانیا است که آژانس ملی مبارزه با جرایم از او درباره منشأ دارایی‌هایش توضیح خواسته. در ایتالیا محموله‌های بزرگی از قرص‌های روانگردان نابود شده که از سوریه آمده بود. قیمت این محموله‌ها حدود 1 میلیارد یورو برآورد شده. این عملیات بخشی از تلاش هماهنگ علیه تجارت پرسود مواد مخدر است که گفته می‌شود حکومت سوریه و متحدانش در دست دارند. مصرف تفریحی روانگردان در خاورمیانه رواج دارد و حتی شبه نظامیان هم در خطوط مقدم جنگ از آن استفاده می‌کنند. گزارش کوینتین سامرویل را ببینیم. جنگ سوریه شاید میلیون‌ها کیلومتر دورتر از اروپا به نظر برسد، اما امشب در ناپل یک بار دیگر بروز می‌کند. پلیس جرایم مالی ایتالیا امشب در حال اجرای عملیاتی که ماها روی اون کار کرده. اوایل تابستان امسال محموله از مواد روانگردان به ارزش معادل 1 میلیارد یورو کشف کرد که در ابتدا تصور می‌شد از طرف گروه داعش فرستاده شده، اما اشتباه بود. امشب این محموله‌ها را آتش می‌زنند. مواد مخدری که از بندر لازقیه سوریه آمده در یک سفر 9 ساعته تحت کنترل شدید امنیتی به جای برده می شود تا آنجا نابودش کنند. این محموله بی سابقه شامل 85 میلیون قرص است. حکومت سوریه و متحدش حزب الله عمیقا درگیر قاچاق مواد مخدر هستند. سعی می کنیم یواش یواش در این جنگ پیروز بشیم. شاید امشب فقط در یک جبهه پیروز شده باشیم، اما جبهه مهمی بود. این قرص ها اما برای فروش در اروپا فرستاده نشده بود. ایتالیا فقط یکی از ایستگاه‌ها در راه رسیدن به لیبی بوده. روانگردان کپتاگون در جهان عرب محبوبیت زیادی دارد. از آن هم به صورت تفریح استفاده می شود و هم توسط جنگجوها. سرهنگ دانیلو توما به من میگوید این بزرگترین محموله مخدری است که کشف کردم. بزرگترین در تاریخ کپتاگون. با توجه به حجم آن فکر میکنم تمام بازار را اشباع میکرد. من با این مخدر در جبهه‌های جنگ عراق، سوریه و لیبی برخورد داشتم، اما هرگز در چنین اندازه‌ای ندیده بودم. کپتاگون توسط حکومت سوریه و اینجا در مناطق تحت کنترل شورشیان تولید میشود. ابو عبدو جنگجویی که به قاچاق روی آورده تاثیر مخدر را شرح می‌دهد. جنگجوها از اون استفاده می‌کنن. به کسانی که تردید دارن شجاعت میده و اونها را از واقعیت جدا می‌کنه. این قرص‌ها به آدم قدرت میده و باعث میشه فکر کنی قهرمان هستی تا بدون ترس از چیزی وارد میدان جنگ بشی. امسال برای قاچاقچی‌های سوری سال بدی بوده. محموله‌های قاچاقشون پی در پی ضبط شده. تنها در ماه گذشته میلیون‌ها قرص کشف شده. این تصاویر در مصر ضبط شده. قرص‌ها را در فیلترهای هوا جاسازی کرده بودند. کپتاگون نفت بر آتش درگیری می‌ریزد، اما خزانه رژیم بشار اسد را هم که تحت تحریم‌های شدید است پر می‌کند. کشف فزاینده محموله‌ها توسط نیروهای مبارزه با مواد مخدر خاورمیانه تنها یک شبه از مبارزه هماهنگ برای جلوگیری از رسیدن پول‌های غیرقانونی به رژیم سوریه است.